دا خبرونه د اروپایي ټولنې او انټر نیوز په مرسته خپریږي، خو منځپانګه یې په لیکوال یا خپرونکي پورې اړه لري. به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور. آرزو دارم که کاملا صحتمند باشین و وقتتان را تا این لحظه خوب و خوش سپری کرده باشین. باز هم در برنامه درمان داشته های خیلی جالب آماده کردیم که تقدیم شما عزیزا میکنیم. ای که چه مطالب است با هم نگاه کوتاه داریم. با پوشش درست گرم در هوای سرد میتونن جلوگیری از کرامپا، اسپازمای عضلی و دردهای عضلی بکنن. تفنگچه را گرفتم، آرمی تیر کرد و به نفر دیگهش برام املاور شدن و بسیار مشت لغت مرا زدن. در این لحظات برنامه هم گزارش بسیار جالب آماده کردیم از یکی از شفاخانه های شهر کابل که با هم تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. شما بیننده برنامه درمان از شبکه جهانی آریانا هستین. امروز باز هم ما به شفاخانه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل، شفاخانه دولتی آمدیم در بخش جراحی هستم و میخوایم در مورد مریض بر شما هموطنان عزیز معلومات بدم که دچار یک حادثه شده بود و توسط دزدا زخم برداشته بود. البته گفته میشه که توسط چاقو خیلی زخمی شده بود و با وضعیت وخیم به شفاخانه مراجعه کرده و فعلا در وضعیت کاملا خوب قرار داره. ببینیم که واقعا مشکلش چگونه آغاز شده بود و کدام پروسیجرهای جراحی نزد مریض اجرا شده بود و دکتر صاحب محترمی که عملیات جراحی مریض را هم انجام دادن همراهشان حتما صحبت خواهد کردیم. پس ما را هم بخیر بکنیم. بیننده های عزیز، همین لحظه ما در بخش مریضان بستری جراحی در شفاخانه وزیر اکبرخان شهر کابل هستم و دکتر صاحب محترم هم حسیب الله بارک، شف جراحی عمومی با ما هستند در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان که در رابطه با مریضی که دچار یک حادثه شده بود و متاسفانه بسیار زیاد زخم برداشته بود صحبتایشان با ما شما شریک میسازند که چگونه مریض مراجعه کرد و کدام پروسیجرهای جراحی نزد مریض انجام شده. دکتر صاحب محترم سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما تقدیم میکنم و از طریق تلویزیون شما به بینندگان عزیز که فعلا صدای مرا میشنوند به همگی سلام و احترام تقدیم میکنم. یک مریضی که بود که از سبب جرح صدری ناشی از جرح نافذه صدری به شفاخانه مراجعه کرده بود که اینجا مریض عاجل است که به این مریضات رفتا مراجعه میکنند. در زمان که از نظر طبی ما به نامش وقت طلایی میگن، در زمان گلدن تایم باید به مریض کمک لازم است صورت بگیره که گرفته و فعلا مریض خوب است، در صفحه شفایابی خود است، فعلا سرویس ریکاوری جراحی ما بستر است. بسیار خوب دکتر صاحب، در ابتدا زمانی که مریض مراجعه کرد مشکل عمدهش چی بود؟ مریض از سبب چاقو خوردگی به شفاخانه مراجعه کرد که چاقو در قسمت صدریش اصابت کرده بود و مریض خونریزی داشت، نفس تنگی داشت، جرح با مشکل تنفس میکرد و جرح صدری داشت و مریض اینجا آمد. به اثر وقت هم معیاراتی که اینجا در شفاخانه در دیپارتمنت جراحی داریم و اساس از اون معیارات و کریتریاها سلسلتا و مرتبا هم تمام معیارات با در نظر داشته و مریض بستر شد و تا این مراحل شد و هم پروسیجر لازمه پیشش اجرا شد. بسیار خوب دکتر صاحب، در جریان عمل جراحی آیا مریض بسیار زیاد خون ریزی داشت و چطور شما به خون ریزیش بالاخره رسیدگی کردین و خون ریزیش رو توقف دادین؟ بله، سوال خوبی کردین. در این قسمت من میخوام یک این چیز بگویم که زیادتر کوشش به زمان تایم پلاتینی و تایم طلایی مریض که تایم پلاتین پیش از آمد یا پیش از پری هاسپیتال است و تایم طلایی در زمانی که مریض شفاخانه می باید مراعات شوه و اینا را پایوازش به شفاخانه آوردن. وقتی مریض به شرایط شفاخانه میرسه باز به این مریضایی که مسئله صدریشان است و مسئله خون ریزی
بیشان زودتر زیر کنترل می و حسرت تنفس و مشکلات تنفسی و گپاشان مد نظر گرفته میشه و به اصلی وقت و مشکلش رفع شد. اما مریضایی که لانگ تایم مدت زیاد در شفاخانه شخصی میمانند یا توسط پایواز مؤخر شفاخانه مراجعه میکنن، اونا بیشتر متضرر میشن. همچون مریض یا مریضای دیگه که اصابت چاقو هست، اصابت مرمی هست یا سبب انفجارات است و مسئله انفجارات قابل امبولانس ان شاء الله ما را زیر پوشش قرار میده، مریضا را میاره، مشکل نداریم. اما مریضایی که فردی با مشکل مواجه میشن که یا مسئله چاقوس یا مرمی، اینا هر چی زودتر همی شفاخانه آورده شن و زیر سقف دولت با شفاخانه هایی که دیگه قسمت ما یک گفتنی دارم، مریضایی که مشکلشان بیشتر میباشه مراجعه از اینا به شفاخانه های شخصی که صلاحیت عملیات پروسیجرهای کلان از یک آدرس مریض وخیم ندارن، وقت مریض ضایع میشه، بهتر از به شفاخانه های دولتی که زیر سقف دولت است مراجعه کنن و کمک اکادمیک خوبتر به مریض اجرا شون. بسیار عالی دکتر صاحب. تا چه اندازه وسایل و تجهیزات که شما ضرورت داشتین در هنگام جراحی همچون مریض ها شما فعلا قابل دسترس دارین و تا چه اندازه وسایل هم نیاز است که از بیرون خریداری شود؟ بله، در این قسمت من یک گفتنی دارم که به مریضایی که از طریق عاجل میان، مریض حادثات انفجار و این چیزا میان، به این مریضا خود ریاست شفاخانه و اداره شفاخانه تمام امکانات به دسترس عملیات خانه و تیم عملیاتی ما قرار دادن که به این مریضا ما به اسرع وقت میتونیم رسیدگی کنیم، البته به کیسای وخیم. اما ما دو کاتگوری مریض داریم، یک مریض عاجل و مریض وخیم است که حادثه اصابت مرمی چاقو مریضای وخیم است، یک مریضای پلانی داریم که یک مریض کیسی صفرا هست، یک مریضی که شامل پلان می و خونریزی چیز نداره، کیس عاجل نیست، به شکل انتخابی به شکل پلانی داخل بستر گرفته میشه. بول برازو بعض متریال موادی که در شفاخانه داریم کمک میکنیم و بعضی چیزیش میتونیم از پایواز ما برشان مصابتیم که از بیرون بیارن. اما با همچون واقعاتی که دفتر میای مریض یک بجه شو میای، سر شو میای، وقت شو میای، برای مریض پیش از اینکه پایواز از چیزی رو به ما تهیه کنه تمام متریال و گپا به مریضا به دسترس نوکری والا هست، اونا میتونن از الماری عاجل استفاده بکنن و مریض خود را نجات بدن. بسیار عالی دکتر صاحب. و در آخر هم میخوایم که پیام و گفتنی شما را داشته باشم، به خصوص به افرادی که در محلات زندگی میکنن که شرایط امنیتی خوب نداره، اگر خدای نخواسته دچار همچو حادثه میشن، توسط کس چاقو میخورن یا هم جراحت میبردارن، کدام کمک ها را ما میتونیم که به مریض در دقایق اول انجام بدیم؟ بله بله، مسئله اول جده تا همچو موارد مسئله خونریزیش است که باید همو مسئله طرق تنفسی و خونریزی و چیزایش مد نظر گرفته شده. با کمک های اولیه که از طرف مردم عام برازو شده میتونن مطابق کمکی که اونا میتونن بکنن، اما تلاش بیشتر صورت بگیره که مریض به شفاخانه انتقال داده شده و در شفاخانه کمک بیشتر، چرا که در شفاخانه وسایل و امکانات هست و وقت مریض در شفاخانه های شخصی بردن به شفاخانه های شخصی به کلینیکا و بسیاری شفاخانه های شخصی هم جرأت عملیاتی مریضا را ندارن و هم صلاحیتش را ندارن که یک مریض چاق خوردگی یا مرمی خوردگی را اونا به تمام معنا عملیات کنن. به او خاطر اونا بهتر است که به شفاخانه دولتی برن به اصلی وقت تا اما وقت مهم و ضروری مریض ضایع نشه و مریض زودتر هرچقدر وقتتر برسه مریض زودتر طرف شفایابی میده. بسیار عالی دکتر صاحب، یک دنیا تشکر میکنم از شما از اینکه همیشه در خدمت مردم بودین و عملیات های فوق العاده مهم و مغلق باسم به خوبی و موفقانه تونستین که اجرا بکنین و مریضانتان مثل همیشه از شما خیلی راضی هستن. بسیار ممنون از شما که ما را وقت دادین، از طریق تلویزیون شما هم الهام خود به مردم و همشهریان خود برسانیم، به مریضای عاجل هرچی زودتر به شفاخانه بیاین و به مریضای سلکتیو خود شفاخانه وزیر اکبر خان، سرویس ارتوپدی جراحی و مریضای که ضرورت داشته باشن، چون شفاخانه دولتی هست، با از طریق تلویزیون شما به مردم و هموطنای عزیزم که فعلا در شرایط دشوار زندگی میکنن، تمام خدماتی که ما در شفاخانه داریم ما در خدمت مردم گذاشتیم. اونا میتونن که شفاخانه بیاین، هر مشکلی که دارن به اسرع وقت و مشکلشان هم مریضای پلانی مریضای عاجل رسیدگی شوه و تیم شفاخانه وزیر اکبر خان دیپارتمنت جراحی 24 ساعته شبانه روز همه مریضای پلانی همه مریضای حاجل تیم نوکریوالی و تیم عملیاتی تنظیم شدن و اینا حاضر آماده هستن که
و متانای عزیز خود مطابق هم معیاراتی که هست با مردم کمک کنن. بسیار عالی. یک دنیا تشکر میکنم دکتر صاحب محترم. سلامت باشید. ممنون شما. ممنون. وقت خوش داشته باشین. خب بیننده‌های عزیز، در این لحظات هم میخوایم که صحبت‌های مریض را داشته باشم در رابطه با مشکلی که خودش داشت و بالاخره به اشرف خانه مراجعه کرد، ببینیم که گفتنی‌های خودش چگونه هست و تا چی اندازه از عملی که نزدش صورت گرفته راضی هستند. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر، سلامت باشین. تشکر. انجنیر محمد اسماعیل هستم، به یاد نام خدا. سلام به همه هموطنان ما تقدیم است. سلامت باشین، تشکر. شفا باشه. میگن که بسیار جراحت جدی برده بودین و زخمی شده بودین توسط چاقو. چطور به شفاخانه مراجعه کردین؟ 4 روز پیش بود، صبح روز پنجشنبه بود که ما از طرف بازار طرف خانه میمدم که یعنی نزدیک خانه سه نفر اونجا قرار داشتند. دست یکیش تفنگچه بود و موتورسیکل نزدیکشان موجود بود و ما را گفتن که اما موبایل تا بده. موبایل برایشان دادم، گفت ما کار داشته باشین بگیرن. موبایل گفت نه، برای ما ارزش نداره، پیسه برای ما بده. گفتم پیسه ندارم، پیشم نیست و تلاشی کنین. او دیگه گفت نه، پیسه داره نمیته برای ما. تفنگچه را گرفتم، ارمی تیر کرد و دو نفر دیگهش برای ما حملهور شدن. بسیار مشت لغت مرا زدن. از طرف چپ قبرقه چپ بعضی قبرقه ها شکسته و بعضی شدید همطور کرسی شده و فعلا در شفاخانه و دیرکبار خان تحت مراقبت جدی قرار دارم. تشکر از دکتر صاحب. بسیار عالی. شب که شما زخمی شده بودین، باز که شما را کمک کرد تا شفاخانه رسیده؟ اونجا در سرک کسی نبود و وقتی که ما چیخ زدم و اونا به فرار مجبور شدن چون در موتورسیکل بودن و ما به مشکل خود خانه رساندم. امروی بچه‌ها که امروی خانم ما را شفاخانه وادی اکبر خان آوردن و اینجا دفعتن در اکسیدی مرا بردن و بعد از اکسیدی تشخیص کردن که چی تکلیف دارم. از داخل شکم خونریزی کرده بودم و نایه چپ و شکستگی و کسر پیدا کردن و فعلا تحت مراقبت دکتران قرار دارم. خوب هستم نسبتا. بسیار عالی. جای بسیار خوشبختی است که شما هم صحتمندیتان دوباره حاصل کردین و عملیات جراحی هم نزد شما بسیار عالی سپری شد. حال خودت چطور احساس میکنین؟ چون دکتر صاحبای وطن ما و شما خصوصا از شفاخانه وادی اکبر خان برخورد بسیار انسانی و خوب مریضا دارن و ازشان پرسان میشه و ادویه به وقت وعده برشان میرسانن و ما خودم نسبتا خوب احساس میکنم و رضایت دارم. از همه ایشون تشکر میکنم. بازم نسبتا خوب هستم فعلا. بسیار خوب. چی وقت بخیر مرخص میشین از شفاخانه؟ والا مرخص برای فکر متوالی نپرسیدم، برای ما چیزم نگفتن و گفتن که شاید بعد از یک هفته مرخص شویم. بسیار خوب. بازم شفای عجل به شما میخوام. وقت خوش داشتید. تشکر از شما. تشکر. تشکر. از شما هم قلبا تشکر میکنم بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه درمان را تماشا کردین. ادامه برنامه داخل استودیو. گزارش بسیار جالب بود که با هم یک جا تماشا کردیم. فراموش نکنین که تا لحظات بعد هم مهمان بسیار عزیز و گرامی در برنامه با ما خواهد بودن. دکتر صاحب محترم حارث عارف، متخصص امراض ارتوپدی و تروماتولوژی که در رابطه با علت و عوامل دردهای عضلی و مفصلی و ارتباط آن با ویروس کرونا یا هم کووید 19 صحبت‌های زیبایشان را با ما و شما شریک می‌سازند. ولی در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه. شما بیننده برنامه درمان از شبکه جهانی آریانا هستین. تعداد از افرادی که مبتلا به ویروس کرونا شدند و یا هم کسایی که ویروس کرونا را سپری کردند، بیشترشان از دردهای عضلی و یا هم دردهای مفصلی شکایت داشتند. این که دردهای عضلی و مفصلی چه ارتباطی با ویروس کرونا یا هم کووید 19 داره، این بحث جالب را با دکتر صاحب محترم حارث عارف، متخصص امراض ارتوپدی و تروماتولوژی می داشته باشیم. دکتر صاحب عزیز، سلام، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدین به برنامه درمان. تشکر. سلام به شما و به بیننده عزیزتان، همکارای عزیزتان. ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. ابتدا می‌خوایم که در رابطه با علت و عوامل دردهای عضلی و مفصلی در نزد آقایان و خانم‌ها بر ما معلومات بدین که چرا این دردها در نزدشان پیدا می‌شن. خب، دردهای عضلی و مفصلی
و بیشتر که فعلا در فصل سرد قرار داریم زیاد میشن و امو ساختمان هایی که استخوان ها را با یک دیگه وصل میکنه مفصل است و توسط عضلاتی که اینا را به حرکت مندازه که ما میگردیم اونا عضل است و این هم مانند سایر سیستم های بدن میتونه به امراض مبتلا شوند که از جمله امراض خستگیش است، امراض پیری عضلات مفاصل است، سایدگی مفاصل است، روماتیزم مفاصل است و امراضی که متمم است، یعنی از مثلا از کووید 19 یا ویروس کرونا که سبب دردهای مفصلی میشه، تمام از اینا باعث ناراحتی در پیش افراد میشه. بله، پس عوامل مختلف داره که میتونه سبب ایجاد دردهای عضلی و یا هم مفصلی در نزد مردم شوه. مشخصا دکتر صاحب، ویروس کرونا چه ارتباط داره با افزایش دردهای عضلی و مفصلی؟ چقدر میتونه در تشدید دردها نقش داشته باشه؟ خب در ابتدا که کووید 19 تشخیص شد، عقیده بعضی بود که این مرض تنها مرض سیستم تنفسی است و دیگه سیستم ها را مصاب نمی‌سازد، ولی متاسفانه قسم نبوده. با پیشرفت تحقیقات و ریسرچ به این نتیجه رسیدن که معرض پنجم الی ششم که در حدود 64.5% سبب دردها در پیش دردهای عضلی در پیش افراد میشه خود کووید 19 است که سیستم اسکلیتی هم میشه مصاب بسازه و یا هم از سبب ازی میباشه وقتی که یک ویروس در بدن داخل میشه، بدن عکس العمل در مقابل از اونشان میتواد طوفان از سایتوکینا با وجود میایه و خود فایبرهای عضلی را مثل دشمن فکر کرده از بین میبره و میتونه باعث دردهای عضلی شه. در گذشته ویروس هپاتایت سی یا میزردی زردی زرد که میگن، هپاتایت بی زردی سیا که میگن، اینا هم باعث دردهای عضلی و مفصلی میشد که هم یک نوع از ویروس بود و حال تحقیقاتی که پیشرفت کرد درباره کووید 19 هم چنان هم تا یک حالت میتونه با وجود بیه، اما حتی شدیدتر از او ویروس ها باعث دردهای عضلی و باعث دردهای مفاصل شده میتونه. خب دکتر صاحب، حالا در رابطه با تفاوت عمده دردهای عضلی با مریضایی که مصاب به کووید 19 هستند با مریضایی که غیر مصاب به کووید 19 هستند، میشه بر ما و بیننده عزیز در رابطه معلومات بده؟ خب دردهای عضلی به هر صورتش باعث ناراحتی افراد میشه، چی در کووید 19 باشه چی بدون کووید 19، اما تفاوتش این است که در کووید 19 دردهای عضلی به مراتب شدیدتر میباشه نسبت به انواع دیگه ویروس ها که در گذشته بود که قبلا براتون اشاره کردم و میتونه با افراد معلولتر بسازه نسبت به حالتی که اینا مصاب کووید 19 نیستن، چون طوفان موسایتوکینا که گفتم با وجود میه، اینا خودش باعث دشمن شناختن فایبرهای خود عضلی هم میشه و اونا رو از بین میبره و خام خواه شدتش بیشتر میباشه که حتی میتونه تا چندین ماره تجربه بکنن بعد از منفی شدن کووید 19 در پیش شانمو خستگی عضلات، دردای عضلات، کرمپای عضلی، اسپازمای عضلی میتونه در پیش ازیا موجود باشه که معمولا در اطراف سفلی یا در پاها بیشتر از اطراف علوی یا دست هاست. بله دکتر صاحب، آیا با سرد شدن هوا دردهای عضلی در نزد مردم افزایش پیدا میکنه و ارتباط هم با سردی هوا داره یا خیر؟ خب خود سردی هوا باعث اسپازم عضلی شده میتونه، ضمن از اینکه اسپازم عضلی میشه و اطراف مفاصل پوششش کمتر است نسبت به دیگه ساحات بدن، یعنی انساج رخوش کمتر است و تیوری دیگه که پیشنهاد شدن میگن که در این قسمت جریان خون در هوای سرد کمتر میشه و عروق شیریه که بسیار زیاد خرد از در این ساحات تقبض میکنه و در نتیجه باعث انتقال درد توسط اعصاب کوچک محیطی که در ساحه وجود داره میشه و درد بیشتر احساس میکنن، خصوصا در نزد افرادی که سنشان بلند است و نزد افرادی که قبلا تاریخچه ترزیز در عضلات و مفاصلشان داره. بله دکتر صاحب، چطور میتونیم که از مصابیت دردهای عضلی و همچنان دردهای مفصلی خود ما را وقایه بکنیم؟ خب خصوصا به افراد کهنسال توصیه ما همیشه ای است که در هوای سرد خود گرم نگاه بکنن، کسایی که یک ساحه از اطراف سفلی و علوی از اینا ترزیز میدیده باشن و ترومای قبلی در پیشان موجود می باشه، اونا هم کوشش کنن که امو ساحات گرم نگاه کنن و بدلیل میکانیزمایی را که قبلا گفتم تا باعث ناراحتیشان نشه. افراد دیگه که افراد جوان و کاهل هستن، اینا میتونن با انجام ورزش و با انجام ورزش های دوامدار و با پوشش درست گرم در هوای سرد میتونن جلوگیری از کرمپا، اسپازمای عضلی و دردهای عضلی بکنن.
بسیار خوب، در رابطه به عوامل تجدید کننده درد های عضلی همیشه که صحبت هایتان با ما بیننده عزیز داشته باشین که کدام فاکتورها مشخصا سبب تجدید و زیاد شدن درد های عضلی میشن؟ خب خود درد های عضلی بر علاوه از اینکه یک تروما میتونه اونا را تجدید بسازه، خود هوای سرد میتونه باعث تجدید از این درد ها شود پیش از یا، و خود افرادی که خود سن، یعنی افرادی که سنشان بیشتر از میتونه و سنشان بیشتر میره و در ضمن از یک افراد فعال نمی باشن، جا به جا می باشن، اونا میتونه که در پیش از یا درد تجدید پیدا بکنه. و بر علاوه از غذاها را هم گفتن، بعضا که افرادی که بیشتر از غذا استفاده میکنن که میدیاتورای التهابی دو بیشتر است، مثل بادنجان سیاه و مثل خربوزه، مثل شفتالو، اینا هم میتونه در پیششان دردای عضلی تجدید پیدا کنه نسبت به دیگر افراد. استفاده از غذاهای گرم به خصوص در هوای سرد آیا تاثیر داره در قسمت کاهش دردها؟ خب خامخواه وقتی که متابولیسم در بدن زیادتر باشه، یعنی فعالیت بدن بیشتر باشه، اعصاب غذایی که مزاج گرم کننده دارن در هوای سرد خامخواه تاثیرات خود داره، مثل چارمغز و مثل در گذشته که روغن زرد میخوردن، حالا ما توصیه نمیکنیم، اما اونا هم تمامش میتونه که باعث فعال بودن میتابولیزم بدن و باعث گرم بودن یک فرد شود. بسیار خوب دکتر صاحب، پس کلن به خاطر از اینکه ما یک فرد کاملا سالم باشیم و بخصوص از دردهای عضلی و مفصلی خودمون رو محافظت بکنیم، چند نکته مهمه باید توجه بکنیم؟ گپ بسیار زیاد خوبی است که ما همیشه یک ورزش دوامدار بکنیم، یک ورزش بکنیم که قوت عضلی ما بیشتر باشه، توانایی بیشتر داشته باشه، ذخیره‌گاه مواد غذایی و مواد مصرفی خود عضله در خود عضله بیشتر بوده باشه و از تروماها خود نگاه کنیم، از ترزیزات، از ضربات خود نگاه بکنیم، به مراتب به نفع ماست و به خاطر جلوگیری از دردهای عضلی خوب است. و به خاطر جلوگیری از دردهای مفصلی هم میتونیم مفاصل خود دوای سرد گرمتر نگاه بکنیم و پوشش گرم بپوشیم. بسیار خوب دکتر صاحب، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه درمان. اگر پیام گفتنی از شما باقی مانده باشه خیلی کوتاه میشنویم. تشکر. از شما هم تشکر میکنم هموطنان عزیز که تا این لحظه بخشای مختلف برنامه درمان را به خاطر دیدن انتخاب کردین. بخشای جالبتر هنوز هم در برنامه درمان باقی است که تقدیمتان میکنیم، ولی در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه. این برنامه با کمک اتحادیه اروپا و اینترنیوز تقدیم شد. اتحادیه مسئولیت محتوای برنامه را به دوش نمیگیرد.